با عرض سلام به بینندگان عزیز محترم، امیدوارم که شاد و تندرست باشید در هر کجا که هستید. به برنامه خودشناسی و خوددرمانی با فرهناز خوش آمدید. یه چند تا یادآوری. کلاس ترمی بعدی من حدود یک ماه دیگه تقریبا شروع میشه، شاید سه هفته تا یه ماه دیگه شروع میشه. عزیزانی که مایل هستن در کلاس ترمی شرکت کنن یا کتاب خواب منو خریداری کنن یا وقت مشاوره بگیرن، میتونید از واتساپ یا تلگرام پیام بدید. شماره واتساپ و تلگرام من هست 1-925-478-9470. آیدی شخصی تلگرامم هست فرهناز J777. آیدی اینستاگرام من مشابهه برای عزیزانی که ضبط برنامه رو میبینن، آیدی اینستاگرام هم هست فرهناز J777. صفحه فیسبوک هم هست فرهناز J. صفحه یوتیوب هم هست فرهناز J. من از جای دیگه سوال جواب نمیدم. عزیزانی که میخوان سوال بپرسن یا از برنامه زنده در اینستاگرام سوال میتونن بپرسن یا بعد وقت مشاوره بگیرن، چون من دیگه وقتی که بخوام سوالا رو تک تک جدا بدم ندارم، چون تعداد افرادی که سوال میپرسن خیلی زیاده. راجع به یه موضوعی صحبت میکنم و بعد در قسمت بعدی سوال جواب میدم. چیزی که میخواستم راجع به صحبت کنم اینه که وقتی افراد در شرایطی هستن یه مقدار به دیدگاه خودشون بحرانی یا حاد و این که چرا التماس کردن به خدا یا به خالق گاهی اوقات به ظاهر نتیجه نمیده، یعنی حسی که به ما میده اینه که نتیجه نداره، ولی این ظاهر قضیه است. مخصوصا در شرایطی که بعضی از افراد خیلی مریض احوال هستن و خیلی التماس به خدا میکنن برای بهبودی، برای درمان، و گاهی اوقات به ظاهر به نظر میاد که نتیجه نمیده. یه دلیلش اینه که شما اینجا اختیار دارید، که البته اینو بارها من یادآوری کردم، ما اومدیم به این بود برای اختیار داشتن و تجربه کردن و از خالق این درخواست رو دادیم در زمان خیلی خیلی قبل این برنامه ریزی شده، موقعی که ما این خواسته رو داشتیم که چیزایی تجربه کنیم و چیزایی یاد بگیریم. این درخواست رو از خالق داشتیم که به ما اختیار بده که بتونیم بریم اکسپلور کنیم، تجربه کنیم و هر کاری میخوایم بکنیم. خالقم این اختیار رو به شما داده، ولی با یک سری قوانینی که برای حفظ تعادل لازمه. خالق بسیار هوشمنده، برنامه ریزیاش طوری انجام میشه که بسیار خودکار و اتوماتیکه. ناظر به همه چیز هست ولی وارد هر داستانی نمیشه، چون این انتخاب خودته که وارد این بود بشی و تجربه کسب کنی، و این انتخاب خودته که با اختیاری که به تو داده میشه میخوای چیکار کنی، چه نوع تجربه‌ای میخوای داشته باشی. 100% این برنامه ریزی با خودته. حالا بعضی ها که به عمرهای قبلشون آگاه نیستن میگن مثلا چطور ممکنه که من همچه چیزی برای خودم برنامه ریزی کرده باشم که مثلا مریض باشم یا مثلا یه بچه معلول به دنیا بیاد
یا اینکه یکی مثلا ماها در شرایط درد و ناخوشی باشه، چطور ممکنه من همچی چیزی برای خودم برنامه‌ریزی کنم؟ اینا ظاهر مطلبه، چون ما به خودمون و به توانایی هامون و به عمرهای قبلمون آگاه نیستیم و به خاطر این عدم آگاهی کارای خوبمون رو میگیم خودم کردم، انعکاسهای مون که خوب نیست رو میندازیم گردن خدا. چند پیش رفته بودم عیادت یکی از نزدیکان، در یه جایی که مثل بیمارستان نیست ولی بهش میگن ریهب سالمندان. این بیشتر برای کساییه که احتیاج به نگهداری دراز مدت دارن ولی تو بیمارستان زیاد نمیشن بمونن. این فضاش مقدار مثل بیمارستان هست ولی بیمارستان نیست، اینجا بهش میگن ریهب سالمندان. رفته بودم دیدن یه شخصی و افراد دیگه هم اونجا بودن. یه شخصی بود صحبت میکرد که به این عنوان که مثلا خدا خواسته و بعد مثلا این کار بکنی این کار بکنی، و من به ایشون گفتم، این شو یه مقدار شخص مذهبی بودن، و من به ایشون گفتم این کار خدا نیست، خدا هیچ وقت بد برای هیچ کس نمیخواد. و ایشون ادامه داد تأکید به باور خودش که از خداست، پس از چیه؟ همه چیز دست خداست. گفتم خب این واقعیت مطلب نیست، خالق هیچ وقت برای کسی بد نمیخواد. ولی ایشون به اعتقاد خودش ادامه داد که نه خیر، دست خداست و از خودش هم باید درخواست بدی برای مثلا شفا یا کمک اینا. حالا این یه مسئله که اینجا ایجاد میکنه، وقتی که کسی در شرایطیه بدین گونه و خالق رو مسئول میکنه، چند تا مسئله ایجاد میکنه. یکی این که در عینی که این هی داره التماس میکنه خدایا به من شفا بده، خدایا بیسار، خدایا فلان، و گاهی اوقات ممکنه روزهای متعدد، مثلا یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، بعضی اوقات شاید بیشتر از یک سال یا چند سال هی از خدا درخواست میکنه و تغییر ایجاد نمیشه. این رابطهشو با خالق بد میکنه به خاطر دیدگاهی که داره. دیدگاهش اینه که همه چیز دست خداست و تقصیر خداست که من مریضم و الان مشکل دارم و خدام باید بیاد درست راستش کنه، و بعد از مدت هم التماس جواب تغییر ایجاد نمیشه و باز هم نتیجه را تقصیر خدا میندازه و این رابطهشو با خالق خیلی بد میکنه. نسبت به خالق خشم پیدا میکنن، گاهی اوقات حتی شدیدتر از خشم، حتی ممکنه اینو خیلی آشکار نمیکنن ولی حتی ممکنه در پنهان تنفر هم پیدا کنن، و اینو خیلی اعتراف نمی کنن چون احساس میکنن آه من نباید به خالق خشم داشته باشم، ولی این حالت درشون ایجاد میشه چون در این بُعد فیزیکی که ما هستیم دیدگاه ذهنمون دیدگاه دنیویمون مثل یک آدمیزاده چون کامل آگاه نیستیم، و اون حس خشم ایجاد میشه در افراد موقعی که از خالق مدام درخواست میدن و جواب نمیگیرن. البته به ظاهر جواب نمیگیرن، در باطن جواب داده میشه ولی اونا دریافت نمیکنن. خالق شنونده همه هست، به ظاهره که خالق نمیشنوه، مسئله اصلی اینه که خودشون دریافت نمی کنن ولی اینا متوجه نیستن و چون تغییر ایجاد نمیشه گردن خدا میندازن. هم خود شرایط رو گردن خدا میندازن، هم عدم تغییر رو گردن خدا میندازن، و این رابطهشون رو با خالق بد میکنه، از خالق دورشون میکنه.
حتی بعضی از افراد هستند که شاید مثلا به ظاهر مثلا از لحاظ دینی دعا میکنن یا نمیدونم یه سری مرامای دینی خودشون و به ظاهر میگن خب مثلا من به خواست خالقه یا مصلحتی بوده از دیدگاه دینی، ولی در باطن وقتی اون چیزی که میخوان فراهم نمیشه خشم پیدا میکنن به خالق و این رابطهشون رو با خالق بد میکنن و این یواش یواش خودشون رو به خاطر این خشمی که ایجاد میشه و این حسی که انگار خالق منو نمیشنوه و خالق به من اهمیت نمیده، خالق منو نجات نمیده، به خاطر این ذهنیت دیدگاه ها خودش از خالق دور میشه. حتی این یکی از عامل هایی هست که بعضی اوقات مسیرشون رو تغییر میدن و از مسیر نور کاملا خارج میشن. این یکی از دلایلشه، چون خشم پیدا میکنن به خالق و احساس میکنن خالق نمیشنوه، خالق توجه نمیده. ولی این ظاهر قضیه است، باطن قضیه اینه که خودش دریافت میکنه. به اضافه این که تو اینجا اختیار کامل داری، کارگردان، برنامه ریز، نویسنده، هنرپیشه، همه کار خودتی، حتی معلم های نوری و فرشته نگهبانت که همراه تو هستن یا محافظینی که همراه تو هستن، هدفشون اینه که تو طبق برنامه خودت جلو بری. اونا برای تو برنامه ریزی نمی کنن، تو خودت برنامه ریزی می کنی، اونا حامی تو هستن که برنامه ریزی و اهداف خودت رو تأمین کنی و در انتخاب تو اصلا دخالت نمی کنند و در کار ما هم اصلا اجازه دخالت نداره، همه کار خودتی. ولی چون اکثر ما به این مطلب آگاه نیستیم دنبال مقصر می گردیم. حالا مثلا در بعضی شرایط مادرت رو مقصر میکنی، پدرت رو مقصر میکنی، خواهر، برادر، دوست، رئیسم، بچم، نمیدونم هر کی پیدا کنی مقصر میکنی، بعدم دیوار کوتاه‌تر از خالقم پیدا نمیکنین، همه چیزو میذارن گردن خالق. و این هم از عدم آگاهیه، هم از عدم مسئولیت پذیرفتن برای خودت و انتخابات خودت. و وقتی که این ادامه پیدا میکنه این دیدگاه و شخص رابطهش به مرور حس ناامیدی پیدا میکنه و به مرور خشم پیدا میکنه به خالق و یواش یواش از خالق دور میشه و این خودش باعثش هست به خاطر که به خودش آگاه نیست، ارتعاشش میاد پایین تر، این تأثیر مثبت به ارتعاشش نمیده و در این شرایط هم دریافتیش خیلی کمه، هم به خاطر دیدگاه و ذهنیتی که داره ارتعاشش میاد پایین تر. یعنی بازم به خاطر این دیدگاه ارتعاشش پایین تر هم میاد، دریافتیش هم کمتر میشه. چون معلمای نوری شما، فرشای نگهبان شما و حتی خالق در صورتی میتونن به شما کمک کنن که شما به یه میزانی آگاه باشی و کمک رو دریافت کنی. اولا که مثلا معلمای نوری شما اجازه دخالت در کار ما ندارن، خودت باید آگاه باشی. و افرادی که به خودشون آگاه نیستن و به اونهای قبلشون آگاه نیستن متوجه نیستن که سازنده این عمرشون خودشون هستن و نتیجه انتخابات خودشون هست، هم در این عمر هم در عمرهای قبل. و چون آگاه نیستن و دلیل خوبی پیدا نمی کنن میندازن گردن خدا، ولی این اصلا به صلاح نیست چون رابطهشون رو با خدا بد میکنه. و اگر این باعث بشه که از مسیر نور خارج بشن و چون حتی کسایی که در مسیر نور نیستن به انتخاب خودشون در مسیر نور نیستن، ولی اون هم از روی عدم آگاهی، از روی نادانیه. و یه این گونه مسائل که اون خشمی که به خالق پیدا میکنن
و اون حسی که انگار خالق به من اهمیت نمیده یا خالق منو نمیشنوه، اینها یه سری از دلایلی هستند که شخصی ممکنه انتخاب کنه که به نور خدمت نکنه از روی خشمی که به خالق داره. یعنی حتی افرادی که در مسیر نور نیستن به انتخاب خودشونن، ولی از روی خشم و نادانی. و اگه این اتفاق بیفته، گاهی اوقات ممکنه چندین عمر زمان ببره تا طرف دوزاریش بیفته که راه و اشتباه رفته، که توی این مسیر کارماهای زیادی هم ایجاد میشه تا دوزاریش بیفته بعد از چندین و چندین عمر که من آگاه نبودم، راه اشتباه رفتم و بخواد دوباره برگرده به مسیر نور. راه خودشو خیلی زیاد میکنه، کار خودشو خیلی زیاد میکنه به خاطر این دیدگاه کاذب. یکی از درخواستایی که من، یا یکی از دلایلی که من در مسیرم موفق بودم، در همون اوائل هیچ وقت خالق رو مقصر نمی کردم. حس می کردم که ربطی به خودم داره و درخواست که از خالق می دادم اکثر اوقات این بود که کمکم کن بفهمم، کمکم کن سر در بیارم از زندگیم، کمکم کن دوزاریم بیفته، چرا شرایط اینطوریه. ولی هیچ وقت نمی گفتم خدایا چرا این بلا رو سر من آوردی. این حس درم بود که ربطی به خودم داره. خودم یه جایی، حتی با وجودی که در اوائل به تناسخ خیلی آگاه نبودم و به اونهای قبلم خیلی آگاه نبودم، ولی این حس رو داشتم به خودم ربط داره. هیچ وقت خالق رو مقصر نمی کردم و این خیلی مؤثر بود در اینکه رابطه من با خالق بد نشه، چون مسئول پذیر بودم، خودم رو مسئول می دونستم و فقط از خالق درخواست میکردم که به من کمک کن خودم رو بفهمم، سر در بیارم چی به چیه، چرا اینقدر زندگی من کیفیت و برکت نداره. درخواست آگاهی و درخواست کمک میکردم، ولی هیچ وقت تقصیر خدا نمیذاشتم. که یکی از این بارها که خیلی در شرایط سخت و فشاری بودم در دوران نوجوانی و سرمو گذاشته بودم زمین و گریه میکردم و با خدا حرف میزدم که چرا جواب من نمیدی، چرا شرایط من اینجوریه، چرا کمکم نمی کنی من بفهمم چی به چیه، از زندگیم سر در بیارم. و خیلی ناراحت بودم و فقط با خدا حرف میزدم، از خدا درخواست آگاهی میکردم که کمکم کن سر در بیارم چی به چیه. و در همون حالت دریافت کردم که آماده نیستی، که خیلی یه دفعه به خود اومدم که این از کجا اومد. خیلی واضح و شفاف شنیدم که آماده نیستی. و خود این ندای گوش زد بود و یه مقدار باز شد من سوالات بهتری بپرسم، چون خود نوع سوال پرسیدن یه کیفیت خاص خودشو داره و در هر سوالی دانشی نهفته است. یعنی یه چیزایی رو هم باید بدونی تا بتونی سوالهای بهتری هم بپرسی. خود نوع سوال پرسیدن یه نوع هنره که دانش لازم داره. هر چقدر آگاهیت بیشتر باشه، سوالهای بهتری هم میتونی بپرسی که بهت نتایج بهتری بده. و وقتی که من این رو دریافت کردم که آماده نیستی، یکمی فکر کردم، یکمی سکوت کردم، خودم رو جمع جور کردم و فکر کردم که خب چه کار کنم که آماده بشم. اگر مسئله اینه که من آماده نیستم، اوکی، کمکم کن آماده بشم. چه کار باید بکنم که آماده بشم؟ که یواش یواش یه سری چیزایی سر راه من قرار گرفت و به یه سری چیزایی آگاه شدم. شروع کردم مراقبه کردن، به مراقبه کردن آگاه شدم و در دراز مدت خیلی آرام آرام
یه کمی شرایط آرام برای 2 سال تازه اوضاع در هم برهمتر شد، ولی به دراز مدت نه فوری. یه خورده دیدگاه هم بالواقع تغییر کرد، نه اینکه خود شرایط تغییر کنه، دیدگاه هم یه مقدار داشت تغییر میکرد که درونن یه مقدار آرومتر بودم، نه اینکه شرایط خیلی تغییر کرد. که یه بار از این بارهام که خیلی خسته و حالتی داشتم که خیلی از لحاظ روحی جسمی خیلی خسته بودم، که انگار دیگه انرژی فردا ندارم، مثلا انرژی که بخوام به فردا فکر کنم دیگه ندارم. تو ماشینم نشسته بودم و خیلی همین حس خستگی رو داشتم و با خدا داشتم حرف می‌زدم. یادم نیست با خدا داشتم حرف می‌زدم یا با خودم، ولی یادم اینی حس رو داشتم که خیلی خستم روحن، ذهنن، جسمن، دیگه انرژی فردا رو دیگه ندارم. و در همون موقع یه ندایی دریافت کردم که به تو احتیاج هست. البته این دوتا دریافتی با فاصله 2 سال بود، فکر نکنید پشت سر هم بوده، با فاصله 2 سال این دوتا دریافتی بود. اولین دریافتم این بود که آماده نیستی، دومین دریافتم بعد از 2 سال بود که به تو احتیاج هست. که فکر کردم من پس خودم هم بر نمیام، خودم تو کار خودم موندم، چطور میتونم به کسی دیگه ای کمک کنم؟ یعنی میخوام آگاه باشید که یه سری مسیرها رو من طی کردم و نوع دیدگاه رابطت با خالق خیلی خیلی مهمه. اگر من تو تمام این مدت همش خالق رو مقصر میکردم و از خالق گله میکردم و غر میزدم، رابطم با خالق بدتر میشد و ارتعاشم رو تأثیر مثبت نمیداد و ممکن بود یه مسیر کاملا متفاوتی برای من فراهم بشه، یعنی خودم برای خودم فراهم کنم. ولی خوشبختانه چون در این دوران من حس مسئولیت داشتم و فقط درخواست آگاهی و کمک از خالق میدادم، این یکی از دلایلیه که من اولا در طی مشکلاتم تونستم دوام بیارم، چون حس اعتمادی که به خالق داشتم و این حس که خالق مقصر نیست باعث شد که تکیه گاه من خالق باشه و ازش دور نشم. با وجودی که بعضی اوقات این حس رو داشتم که خب من میخوام بیشتر به من کمک کنی، بیشتر دخالت در زندگی من بکنی، ولی خب این جزی از قوانین نیست، تو اینجا اختیار داری، خودت باید شرطت بفهمی. ولی چون خالق رو مقصر نکردم و درخواست آگاهی میدادم و از خالق به عنوان تکیه‌گاه هم استفاده میکردم، این خیلی مؤثر بود در اینکه همزمان که کارماهایی داشتم، همزمان که باید خودم رو میفهمیدم و متوجه بشم که عامل همه این شرایط خودم هستم، از خالق دور نشم. و این یه مسئله‌ایه که برای بعض خیلی ایجاد میشه، مخصوصا افرادی که حتی مذهبی هستن این مسئله بیشتر برشون پیش میاد، چون این دیدگاه بهشون داده شده که همه چیز دست خالقه. من حتی در دوران دبستانم یادم نیست چند سالم بود دقیقا، ولی یادم دوران دبستانم بود فکر کنم که در ایران بودم و یکی از معلمام داشت صحبت میکرد که همه چیز دست خداست و خالق حتی از هر برگی هم به زمین بیفته آگاهه. و بعدم خب همش هم صحبت از بهشت و جهنم و اینجور چیزا بود که اصلا نه بهشتی وجود داره نه جهنمی وجود داره، ابعاد متفاوت وجود داره، ولی نه به این به گفته مذهبی نه بهشتی اونطور هست که در مذهب گفته میشه نه جهنمی وجود داره، هیچ کدوم. و من با همون سن کودکیم
از معلمم سوالاتی میپرسیدم که جواب مناسبی معلمم براش نداشت و فقط به من میگفت بشین وقت کلاس نگیر، چون جواب برای سوالات من نداشت. یکی از و این دیدگاه های مذهبی خیلی اوقات مردم رو از خالق دور میکنه، به جای اینکه ارتباطشون رو با خالق قوی تر بکنه برعکس میشه. چون این دیدگاه که همه چی دست خداست یه دیدگاه کاذبیه. تو اینجا خود مختاری، اختیار دست توه، خالقم این اختیار رو به تو داده. خالق اینقدر تو رو توانمند میبینه و به اعتماد داره به تو اختیار تام داده که برو بازی کن، برو تجربه کن. و وقتی به بچه ها میگی، بعضی وقت بهتره راجب خدا به بچه ها صحبت نکنی اگه قرار دیدگاه اشتباه بهشون بدی. چون به بچه ها وقتی میگی همه چیز دست خداست، این دیدگاه پیدا میکنن. پس اگه من حالم خوبه دست خداست، اگرم حالم خوب نیست دست خداست. و این اشتباهه. و این سوالی که من از این معلمم در اون کودکی پرسیده بودم این بود که شما میگی خالق به همه چیز آگاهه، به گذشته، آینده، به همه چیز آگاهه، درسته؟ و میگه بله. میگم پس خالق میدونه که از قبل از به دنیا آمدن من میدونه من چه عاقبتی خواهم داشت، درسته؟ میگه خب بله. میگم پس چه منفعتی داره برای خالق که مثلا منو خلق بکنه، من به دنیا بیام، وقتی که میدونه که مثلا من در انتها میرم به جهنم؟ هیچ خالق عاقلی این کارو نمیکنه. مثلا یه شخصی که بچه داره بچهشو عزیزتر از جانش میدونه، هیچ بدی برای بچهش نمیخواد. تازه این یه انسان در این بود انسانیه. چطور ممکنه یک خالق نابودی برای خلقت خودش بخواد؟ همچی چیز امکان نداره. و سوالم این بود که چطور ممکنه اگر خالق میدونه که وقتی که من به دنیا میام بالفرض خطا کار باشم و به جهنم برم، این چه منفعتی برای خالق داره؟ اصلا با عقل رو در نمیاد. یعنی در همون سن کودکی من حس میکردم این چیزایی که اینا میگن صحت نداره، با عقل رو در نمیاد. و معلمم جواب نداشت برای من، میگو بشین وقت کلاس نگیر حرف نزن. و متاسفانه خیلی ها کورکورانه حرفای دیگران رو میپذیرن. هنوزم همین اتفاق میفته که من بارها بارها در عناوین مختلف به افراد، به شاگردان، به شنوندگان، بینندگان میدم، میگم، تأکید میکنم گوش به حرفای کاذب ندید، ولی خب بازم خیلی این کار میکنم. میشنم پا رادیو، تلویزیون، صحبتایی که خیلی سرد نداره، بعدم ذهن و احساسشون رو درگیر اون داستان ها میکنن. و این مسئلهی که بعضیا سوال بهتر مثلا در همین تجربه عیادت که من داشتم بهتری بگیم، مثلا به جایی که میتونی درخواست بده که بگی خب خدای مشکلمو حل کن، ولی همزمان باید بپرسی اصلا چرا این شرایط به وجود اومده. این شرایط یه دلیلی داره. چرا این شرایط در درجه اول به وجود اومده؟ این سوال بهتریه. تا اینکه بگی خدایا بیا مشکلات منو رفع و رجوع بکن. چون تو اختیار در این بود داری، وقتی میگی به خالق میگی بیا مشکلات منو حل کن، همه چیزو رفع و رجوع کن، مثل اینه که مثل بچته که میره مدرسه بعد میاد به تو میگه مامان همه مشقای منو تو بنویس، همه امتحانام هم تو بده، من نمیخوام این چیزا را یاد بگیرم، نمیخوام امتحان بدم، نمیخوام به خودم زحمت بدم. خب اگه مادرش بشینه مشقاشو بنویسه و امتحاناشو بده، اون بچه که چیزی یاد نمیگیره. اینجا همچنین داستانیه. ما میخوایم خدا بیاد همه مشقای ما رو بنویسه،
همه امتحانات ما رو بده، ما اینجا هیچ کار نکنیم. پس اگه اینطور باشه که اصلا این تجربه فایده ای نداره، پس برای چی اومدی به این بود؟ اومدی به این بود برای اینکه درس یاد بگیری و خودتو آزمون کنی، تجربه کسب کنی و رشد و القا به خودت بدی. ولی وقتی میگی خدایا بیا همه مشکلات منو رفع و رجوع کن، یعنی این بیا مشقای منو برای من بنویس، چون من حالشو ندارم مشقامو بنویسم، امتحانم نمیخوام بدم، ولی خالق این کار نمیکنه، خالق نمیاد مشقاتو بنویسه، مسئولیت خودته. و بعدم چون خالق نمیاد مشقاتو بنویسه برات بجاد امتحان بده، از دستش عصبانی میشی، دلخور میشی، میگی خب پس اگه تو هم حالا مشقای منو نمینویسی و نمیاد به جای من امتحان بدی، منم با تو قهر میکنم، لج میکنم و اصلا دیگه با تو ارتباط برقرار نمیکنم. و نتیجه این چی میشه؟ که شخص از مسیر نور خارج میشه متاسفانه. در شرایطی که بعضی اوقات مخصوصا افراد خیلی مریض احوالن، منافعی برای رشد داره. و اگر سوالات بهتری بپرسی که ریشه احساسی این بیماری چیه، ریشه ذهنیش چیه، ریشه کارماییش چیه، راه حل من چیه، نتایج بهتری دریافت خواهید کرد تا اینکه فقط بگی خدا یا بیا به من شفا بده، خدا بیا مشکلات من حل کن. دلیلی که یه سری از التماسات به ظاهر نتیجه نمیده اینه چون مسئول نیستن برای انتخابات خودشون و نمیخوانم خودشون حلش کنن، و چون سطح آگاهی و ارتعاش هم بالا نیست، دریافت هم نمی کنن. حالا یکی از منافع هر اتفاقی حتی به ظاهر منفی، منافعی بر رشد داره. ببینم چقدر زمان دارم، بذارید من برمیگردم ادامه میدم، لطفا حضور داشته باشید.